عمیانان عزیز، درود بر شما. توجهتون رو جلب میکنم به گفتاری در مورد تسویه حساب نظام جمهوری اسلامی با رهبران خودی جنبش. همطور که میدونید در فردای 22 خرداد با آغاز جنبش اعتراضی مردم، دو تن از شخصیت هایی که به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی مطرح بودند، به عنوان شاخصهای جنبش اعتراضی مطرح شدند، چرا که در واقع کسانی بودند که رأیشون در انتخابات 22 خرداد 1388 نادیده گرفته شده بود و پایمال شده بود و اونها میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند به صورت مشخص. بعد از اون ما شاهد بودیم که این دو چهره نقش اساسی رو بازی می‌کردند در درون جنبش و به نوعی این مسئله ادامه پیدا کردش و جمهوری اسلامی از همون ابتدا، منظور مثلث قدرت ولایت فقیه، سپاه پاسداران، بازار هستش، از همون ابتدا در یک موقعیت پارادوکس گیر کردش و اونی که اگر میخواست این افراد رو از بین ببره، عملا فضایی رو فراهم میکردش که در یک خلأ رهبری جریان‌های رادیکال بتونن بیان و رهبری جنبش رو به دست بگیرن و اون رو هدایت بکنن به مرزهای یک حرکت ساختارشکنانه بسیار سریع. و از طرف دیگه اگر می‌خواست این افراد رو تحمل بکنه، به نوعی این پیام رو برای مخالفان خودش میداد که قادر نیستش با کسانی که در دل مثلا داخل کشور به مخالفت برمیخیزن و حاضر به سازش علنی و رسمی نیستن، قادر نیست باهاشون کاری بکنه و این به عنوان یک نقطه ضعف محسوب میشد. به هر حال این در طول این چند ماه ما شاهد بودیم که ترس و وحشتی که در درون نظام وجود داشتش درباره اینکه اگر اینها برداشته بشن جنبش به چه سمتی میره و چه حرکتی رو میکنه، سبب شده بود که با این شخصیت ها به صورت کجدار و مریض عمل بکنن. اما بعد از 22 بهمن و با تصور اینکه جنبش فروکش کرده یا حداقل نظام جمهوری اسلامی سعی داره اون رو اینطوری جلوه بده و به قول خودش به نفرات خودی بباورونه که جنبش تحت کنترل در اومده و دیگه قادر هستن مهارش بکنن و جمع و جورش بکنن، به قول خودشون تصمیم گرفتن اینطور به نظر میرسه که حمله هاشون رو علنی تر بکنن به این چهره های نمادینی که در دل جنبش وجود دارن، یعنی میرحسین موسوی، کروبی و احتمالا میرن سراغ شخصیت های دیگه مانند نوه های خمینی که الان میبینیم به صورت علنی دارن بر علیهشون صحبت میکنن و یا اینکه سراغ افرادی مثل خاتمی و حتی دورتر ممکنه سراغ رفسنجانی هم برن. حالا سوالی که هستش اینه که آیا تا چه حدی میبایستی این امر در برگیرنده یک نگرانی باشه برای کسانی که در داخل و خارج از کشور به عنوان مخالفان نظام جمهوری اسلامی هستند و خواهان یک تغییر در کلیت نظام هستند، یعنی که میخوان رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش کنار زده بشه. بارها ما در گفتار و نوشتار آوردیم که آنچه که مهمه این هستش که جنبش هوشمندانه برخورد بکنه با مسئله حضور افرادی مثل میرحسین یا کروبی برای اینکه بتونه تداوم پیدا بکنه و بتونه بره به سمت اینکه به یک مرحله سرنوشت ساز برسه. واقعیت اینه که در 22 بهمن و به خصوص بعد از عاشورا تا 22 بهمن اتفاقی افتاد که عبارت بود از مشخص شدن این موضوع که اگر جنبش بخواد بره قدرت نمایی ساختار شکنانه بکنه و وارد یک رویارویی رادیکال بشه با تمامیت نظام، این افراد یعنی میرحسین موسوی و کروبی حاضر به همراهی اون نیستن و تا حدی میشه گفت در این فاصله جا زدن و موضع‌گیری هایی کردن که حکایت از این میکردش از این موضوع که در عاشورا مردم تونستن از پس نیروهای سرکوبگر بر بیان و وارد فاز تهاجمی شدن، قدری نگران شدن و این نگرانی رو به صورت بیانیه، گفتار، مصاحبه و یا به اصطلاح خط دادن به کسانی که در داخل کشور
فعال بودن یا به عنوان مغزهای متفکر جناح اصلاح طلب بودن و یا افرادی در خارج از کشور که این رو محکوم بکنن، این رو سرزنش بکنن و دعوت بکنن از فعالان جنبش که برگردن به یک روند معمولی تر، آروم تر و از فرصت 20 بهمن استفاده کردن و این خط رو دوباره به نوعی میشه گفت تحمیل کردن به جنبش که همون خط رفتن و تظاهرات کردن و بی سر صدا بودن و دست زدن و کف زدن و از این کارها هستش. حالا در 22 بهمن رژیم موفق شد که با بسیج نیروهای خودش این نوع از حرکت رو تا حدی خونسا بکنه و بنابراین الان مشخص شده که پتانسیلی که در جنبش وجود داره برای اینکه بتونه از پس دیوار دفاعی نظام بر بیادش پتانسیلی است که احتمالاً توسط رهبری موسوی و یا کروبی نتونه مورد استفاده قرار بگیره. این به این معنا نیستش که این افراد میخوان به جنبش یا به کلیت جنبش خیانت بکنن و یا چیزی شبیه به این. این به معنی این هستش که نگرانی های طبقاتی که این افراد دارن، نگرانی هایی که ناشی از وابستگی ایدئولوژیک، احساسی و عاطفی و نیز منفعت و جایگاهشون در کلیت نظام هستش، این مانع از این میشه که اینها بتونن از یک سری از خط قرمزهای خودساخته عبور بکنن. دقت بکنید میگم خودساخته، برای اینکه خط قرمزهای نظام مدتها پیش توسط جنبش برداشته شد از زمانی که عکسهای خامنه‌ای آتش زده شد، شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه مطرح شد، شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی مطرح شد، به این ترتیب دیگه جایی نمونده بود برای اینکه بگیم خط قرمزهای نظام نباید ازش عبور بشه. عبور کردش جنبش، چه موسوی و کروبی اینو میخواستن چه نمیخواستن. اما یک سری خط قرمز هستش که در خود این افراد وجود داره و اون نستش که اگر بخوان مشوق حرکتی باشن که این حرکت دیگه به صورت علنی، یعنی در واقع به عنوان استراتژی رسمی جنبش بخواد از این خط قرمزها عبور بکنه، ما میریم به سمت یک جنبش ساختارشکن که بدون شک کلیت نظام رو زیر سوال میبره. بنابراین ما به تدریج داریم میبینیم که با موضع‌گیری که خامنه‌ای کرده عملا این مثلث حاکم، مثلث ولی فقیه، بازار و پاسدار، این خواسته ای رو که داشتش مبنی بر کنار زدن جناح اصلاح طلب از ساختار قدرت، این کار رو انجام داده و اونها رو همونطوری که خامنه ای گفتش از نظام بیرون انداختن، اخراجشون کردن و حالا این افراد پشت در نظام هستن و بایستی ببینیم که آیا همچنان میخوان اونجا بیستن و در بزنن و به صورت خجالتی و تعارفی و اینها راهی پیدا بکنن که باز برگردن به درون نظام، و یا اینکه این اخراج خودشونو به فال نیک میگیرن و میپیوندن به خیلی بیشمار ملت، جنبشی که خواهان عبور از خط قرمزهای نظام هستش و این رو در طول حداقل 5 ماه از 8 ماه به اصطلاح گذشته نشون داده. بنابراین به نظر میرسه که بیشتر از اون چیزی که قرار باشه فعالان جنبش نسبت به موسوی و کروبی موضع‌گیری بکنن که نسبت بهشون اینگونه یا اونگونه برخورد بکنن، در واقع این توپ الان در زمین موسوی و کروبی و سایر افرادی هستش که به عنوان شاخصهای جنبش شناخته می شدن، شاخصهای نمادین جنبش حداقل شناخته می شدن، اونها هستن که امروز باید تصمیم بگیرن. از اونجایی که ولی فقیه گوش اونها رو گرفته و بیرونشون کرده از درون حرم نظام، در واقع امروز اونها به عنوان نیروهای هستند که میتونیم ازشون به عنوان نیروهای فاقد موقعیت ساختاری در درون نظام نام ببریم، نیروهای بلا تکلیف نظام هستند و بنابراین باید تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. من فکر میکنم که این تصمیم گیری سبب خواهد شد که جنبش هم نسبت به حضور یا عدم حضور اونها در یک جایگاه مهم در حرکتی که در پیش هستش تصمیم گیری بکنه که آیا میخوان موسوی و کروبی رو به عنوان چهره شاخص همچنان نگه دارن یا کنار بزنن. بنابراین تصمیم نه به جنبش که به این افراد برمیگرده که با خودشون، با نظام و با مردم تعیین تکلیف بکنن. امیدوارم که بعدا بیشتر به این موضوع بپردازیم. تشکر میکنم از توجه.